وجود میخواست که اون جوانایی که رفتن حزب الله لبنان رو به وجود آوردن و افتخار میکنم ما که متهمیم که فاشیستیم، افتخار میکنم که اون جوانا رو بعضیشون ما تربیت کردیم، افتخار میکنم تو تربیت اونها. در زمانی که اونها اتحادی اروپا چپ و راست میاد اینجا، آقای البرادعی میاد اینجا خطونشون میکشن با ما برخورد میکنن، اسرائیلی که به هیچ کس باج نمیده، اصلا قبول نداره سازمان ملل رو، با یک سازمان چریکی 3000 نفرن پای میز مذاکره میشینه، 4 تا جنازه میگیره، 400 تا اسیر تحویل میده. این مایه افتخاره. اگر 10 سال اول انقلاب بود، 4 تا جوان رشید مثل متوسلیان میرفتن تو خاک عراق، 4 تا گروه چریکی حزب الله تربیت میکردن، مینداختن به جون عموسام. جوانان عزیزم که در چشم امیدم به شماست، جمله امام راهی، جوانان عزیزم که چشم امیدم به شماست، با یک دست قرآن و با دست دیگر سلاح در بر گیرید، از کیان و شرف و عزتتون برید دفاع کنید. همین یه جمله بس راهش بود. رفتن اونجا چی بنیان گذاشتن؟ 400 سازمان چریکی در دنیا وجود داره. خوب دقت کنید، روز 22 بهمن مناسبت مال ماست، وسط خیابان‌های بیروت پایتخت رژه میرن عکس رهبران ایران رو میگیرن، رژه میرن بمب به خودشون میبندن، بچه های کوچولو، دخترها، پسرها، مردهای جوان، رژه میرن عکس رهبران ایران میگیره. عظمت که یک روحانی شیعه، هر وقت این بزرگراه شیخ فضل الله رو رد میکنی تو این بزرگراه سعد و شیخ فضل الله و مدرس، عکس پسرش رو ببینید، این شهید سید هادی نصر الله توی اسرائیل وقتی عملیات استشهادی میکرد شهید شد. اون عکسی که شما از این جوان میبینید در حال آموزش چتر بازیه، یعنی اون لباسی که تنشون چیز درستونش اون چتر کمکیشه، زمانی که اینجا داشت آموزش چتر بازی میدید، دوره کماندویی میدید. شور یک روحانی شیعه، یک شیعه مستبصر به تعبیر مقام معظم رهبری، این عزیز